ببینین ما ذخایر بین 5 تا 7 روز حالت نرماله، یعنی زیر 5 روز نباید بشه، بالای 7 روز هم به اون حالتی میرسه که امکان داره که ما فرآورده خونه ما یعنی اوت بشه، ذخایر خونه ما اگر این روند ادامه پیدا بکنه در هفته‌های اخیر روند کاهشی که داشتیم اگر ادامه پیدا بکنه میتونه که ما رو با مشکلات مواجه بکنه با حالت بحران، یعنی که ما برای تامین 160 بیمارستان استان تهران با مشکل مواجه میشیم. ما برای تامین فرآورده‌های خونی اورژانسی مراکز درمانی هیچ مشکلی نداریم و 100% خون اورژانسی بیمارستان تامین کردیم. عزیزان تالاسمی و هموفیلی 100% فرآورده‌ای که نیاز داشتن، افرادی که دچار سرطان شدن 100% فرآورده خونی که نیاز داشتن در اختیارشون قرار گرفته شده و هیچ مشکلی از این زمینه نداشتیم. ما شاید یه جور تشخیص دادیم که مثلا یه درخواستی که برای ما آمده درخواست زیاد به جایی نبوده و اما درخواست های به اصطلاح درخواست واقعی مراکز درمانی، درخواست هایی که مربوط به اعمال جراحی اورژانسشون بوده، اینا رو 100% تامین کردیم و مشکلی در این زمینه وجود نداشت. اصلا جز وظایف های خودم میدونم که حداقل یه خدمتی رو بتونم به قول من رو برای هموطن خودم کرده باشم. اولا محیط بهداشتیه، تمام نکات پروتکل های چیز اونا اینجا اجرا میشه، یعنی هم یعنی جای هیچی رو نگرانی نیست. با توجه به اینکه حالا ما توی دوره زمانی هستیم که خب مردم فکر کنم میترسن، احساس کردم که خب شاید یکی احتیاج داشته باشه به گروه خونی من و اتفاقا چند تا از همکاران با من اومدن و خدا رو شکر انجام شد دیگه. اینجا کاملا همه موارد اجرا میشد دیگه، همه خوشبختانه ماسک داشتن و خیلی خوب بود، همه چی اوکی بود به نظر من. قبل از اینم که این بیماری شیوع پیدا بکنه، با توجه به اینکه تمامی فرآورده‌های خونی جزء فرآورده‌های دارویی محسوب میشن، ما از اصول جی ام پی داروسازی تبعیت میکردیم. متاسفانه پاندمی شدن بیماری و اعلام اون و شیوعش در جامعه، ما خب این اقدامات سختگیرانه تر هم کردیم. الان فواصل بیشتر شده بین اهدا کننده ها، تمام محیط اون دسته تخت خونگیری قبل از هر مراجعه تمیز میشه، دست اهدا کننده پرسنل ما ضد عفونی میشه قبل از اینکه بخوان کار رو انجام بدن. در مورد خب بیماری های افراد در ابتدا پزشک سوال میکنه، افرادی که پرخطر هستن خارج میشن از محیط. همه اینا باعث شده که من به شما اینو بگم که ما از اول شروع بیماری در بهمن ماه گذشته تا الان که من خدمت شما هستم، چیزی که من اطلاع داشته باشم حتی یک اهدا کننده از اهدا کننده های دیگه یا از پرسنل مبتلا کرونا نشده، حتی یک مورد هم در کل دنیا دیده نشده که این بیماری از طریق خونهای اهدایی بخواد انتقال پیدا بکنه. برای همین هم نیوردن جز تست هایی که لازم. اما سوال میشه از افراد ابتلاشون به این بیماری یا سابقه تماسشون با بیماری های کرونایی، پزشک ما سوال میکنه اگر کسی در این شرایط باشه خونش دریافت نمیشه، یا اگر کسی خون بده مثلا 3 یا 4 روز بعد چهار بیماری درش بروز کنه به هر علتی و به ما تلفن بزنه، محصولاتش از چرخه کنار گذاشته میشه. ولی خوشبختانه در سراسر دنیا گزارشی از این مورد ما نداشتیم. ما الان از حدود فروردین ماه شروع کردیم توی کارهای تحقیقاتی این کار رو انجام دادیم و از اردیبهشت ماه شروع کردیم برای درمان. وقتی که دیدیم که نتایج مثبتی در کل دنیا از این موضوع پزشکا اعلام کردن که این به عنوان یه دارو میتونه نتایج مثبتی داشته باشه، وقتی اینو مطمئن شدیم شروع کردیم در الان در حال 20 استان کشور ما از افرادی که بهبود پیدا کردن از کرونا و یک ماه هم از بهبودشون گذشته دارن اینجا پلاسما میدن. این پلاسما رو ما آماده میکنیم. وقتی که پزشک صلاح بدونه برای یه بیمار این میره و وقتی هنوز شرایط خیلی حاد نشده و دل به سمت حاد شدن پیش میره، نتیجه بسیار مثبتی ازش دیده شده. یه خدمتیه که مثل بقیه کارهایی که انتقال خون واقعا فکر میکنه که هر کاری که دستش برمیاد باید انجام بده.
مادرم این بیماری رو گرفتش و سه روز بعد خب چون توی خونه بودیم ما مبتلا شدیم، من و کل خانواده مبتلا شدیم که حالا یکم بیماری یکم سخت بودش و درگیرش بودیم. تا اینکه قبل این موضوع هم که خب من خون میدادم یه چند سالی هست که خون میدم، آخرین بار که رفته بودم موقع مشکلی نداشتم، ولی خب دیدم این قضیه رو که کسایی که کرونا میگیرن برای بقیه بیمارو برای بعضیشون استفاده کنن چون آشنا شده بودم. وقتی مشکل پیش اومد بعد گفتم خب منم یه کارو کنم.